Da. خیلی مخلصیم، خیلی ارادت، خیلی خوش اومدیم، خیلی خیلی خوش اومدیم. عید همتون مبارک. به نام خدا سلام. با یه قسمت دیگه از مسابقه شوتبال در خدمتتون هستیم. بازم فرارسیدن سال 1398 رو به تک تک هموطنام تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید برای هممون مملو و از برکت، آرامش، صلح و شادی باشه. خب امشبم یک مسابقه جذاب درجه یکه بازم جذاب براتون آماده کردیم. امیدواریم این اتفاق بیفته، به خاطر اینکه دوتا مهمون درجه یک داریم، هر دوتاشون فوتبالیست، هر دوتا درجه یک، هر دوتا اسماشون مهدی، هر دوتا اهل شیراز، یکیشون مال باشگاه استقلال، یکیشون مال باشگاه پرسپولیس. بفرمایید جناب آقای مهدی امیرآبادی و جناب آقای مهدی شیری. بله محبوبی، خدا رو شکر. مرسی. بزرگترین ثروت این مهر و محبت و علاقه ای که مردم یه سرزمین به افرادی مثل شما دارن. آقا خیلی خوش اومدین، قدمتون روی دوتا چشمای من. اگر میخواین عید و تبریک بگین، سلام علیکی دارید. شما بزرگترین آمیتی بزرگتره فکر میکنم. سنی ها؟ سنی ها ایشون بزرگتره. آقا دوربینو بدید من تبریک بگم. ایشون بازی میکرده، من بازیشون تماشا میکردم. مهدی جان شما باشه، میدونم شما تبریک رو بگو. بفرمایید دوربینشون سه بفرم. منم خدمت بینندگان محترم سلام عرض میکنم و سال 1398 رو بهشون تبریک میگم و خیلی خوشحال هستم که این تماشاچی گل رو میبینم، چون واقعا اگه این تماشاچی گل نبودن مطمئن باشیم ما فوتبالیست هم نبودیم. ما به عشق اینا زنده. دم همتون گرم. بفهمه. خب دوربین کدوم انتخاب کنید؟ سلام، منم عرض ادب دارم خدمت شما بینندگان عزیز. سال 98 رو تبریک میگم به همه مردم ایران و امیدوارم سال پرخیر و برکت همراه با صلح و شادی باشه انشالله واسه همه. انشالله برای همه. آقا مهدی چه خبر؟ خبر خاصی، خبر دست شماست. بزرگواری. آخرین باری که به خاطر اینکه هممون مشغله داریم، ترافیکای کاری داریم، همه درگیریم. ولی آخرین باری که من و مهدی همدیگر رو دیدیم 9 سال قبل بود. ما با همدیگه سر یک سریال من بازی می‌کردم، افتخار اینو داشتم که مهدی جان افتخار دادن به کل گروه ما و اومدن افتخاری در اون سریال بازی کردن، سریال 352 کار آقای حسین سوهیلی زاده. بله از اون موقع 9 سال گذشت. 9 سال. آره اون همین دیروز. آره عرشه من اون موقع نمیدونم 5 ساله، الان 14 سالشه. باید کم کنیم ببینید چند سالشون. خیلی کوچولو بود. چه کارا میکن؟ خودمون کوچیکیم. بله بله شما که تکون نخوردید خدا رو شکر. دم شما گرم. آقای شیری شما چه خبر؟ ما هم سلامتی، همه چی خوب. فعلا که تیم ملی دانشجو دستمون از تو کار میکنیم. فعلا تیم ملی دانشجو. بله اونجا مربی هستین؟ بله بله. به 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 به. اوضاعی تیم ملی دانشجویان ما چجوریه؟ مسابقه مسابقات جهانی توی خرداد ما، اواخر خرداد ما توی ایتالیا هست. توی ایتالیا. آره کم کم شروع کردیم و برنامه آماده سازی داریم انجام میدیم انشالله. شما تو دورانی که هنوز ما را بیگری شروع نکرده بودین و بازی میکردید و با مهدی جان بودین، چند تا بازی روبروی هم قرار گرفتین یادتونه؟ اصلا بودین تو دوره‌ای که روبروی هم باشین؟ آره من با مهدی البته یه سنم استقلال بازی کردم، با مهدی با هم بودیم. توی چی شد؟
دو طرف هستی که حالا یعنی از این منشا بازی ها ما داشتیم قبلا. آره من هاشمی نسب و علی انصاریان رو میدونستم. نه من یه سال بودم با میچ. آقای نیکبخت بوده، آقای آشوبی بوده، آقای شیری بوده. داره از استقلال بوده، صد عباسی. خب پرسپولیس هم این کارا میکنه. من فکر می‌کنم پرسپولیس هم میرن استقلال. اینا بین قرار میگیرن. اگه بری سمت یه جایی که مثلا همه استقلال نشسته میگه ما استقلال. نه آقا من همیشه اگه یه جا دیگه باشم میگه ما پرسپولیس. تو استقلال هم بودم میگفتم پرسپولیس. جدی میگی؟ آره. ولی من اینطوری هم ولی همه پرسپولیسی هم اینجا حواست باشه. ولی این اخلاق منو من چون حوصله ندارم با کسی بحث کنم. یه جمع که میرم مثلا سر فیلم برداری هستیم، سر یه پروژه میبینم همه استقلالی هن. من برای استقلالیو میگم آره گل بزنه خوشحال شم، منم خوشحال میشم. بعد سر یه پروژه دیگه میرم همه پرسپولیسی هن، میگم آره اینطوریه. بخاطر حوصله ندارم، خیلی خستم. شما حوصله ندارم، ما اعصابش ندارم. من از همون اول پرسپولیسی میگم پرسپولیسی. این بعض شما هستی چی؟ واسه چیزی کلاست بره بالا فکر کنه. نه وای آقا بریم بخش قرعه کشی رو شروع کنیم. بفرمایید. احساسم اینه که ما با مسابقه شوتبال قبل از دربی چند تا دربی برگزار کردیم. این یکی دیگه از اون دربی های جذابه. بهتون قول میدم آقا قبل این که بیایم برای قرعه کشی یک کلکل ریز با هم داشتین در مورد من هارد اکسترنال شنیدم و گوجه. اینو میشه توضیح بدین؟ آخه میگه میخواست کلاست بره بالا همچین چیزی اومدی استقلال. فکر کردم خیلی با کلاس هم اینا، مثلا تو استادیوم گوشی موبایل پرت میکنن ما گوجه پرت میکنیم، یا مثلا نمیدونم. خب این داستان هم نیستدش. یه استقلالی با کلاس دارم. خب چرا چه چیز منطقی داری؟ خودشون هم قبول دارن. تو تنشون لرزه افتاده، چند تا بازی سه تا چهار تا زدیم الان ترسه افتاده، از الان دارن کوریو میخونن دیگه. اینا که میترسن زیاد کوری میخونن. ما تو زمین نشون میدیم. آره آقا میشه خواهش کنم واقعا تو زمین نشون بدین؟ بازی رفت که سف سف شد. آره منم دوست دارم تو زمین نشون بدم. میشه خواهش کنم؟ میشه خواهش ازتون بکنم یکم جلوتر بریم اینجا هم نشون بدین؟ آره اینجا که دیگه خواهش کردم ازتون. میبینیم حال کنیم. بریم شروع کنیم آقا. اولین مسابقه ما دارت، مسابقه ثابتمونه. اینجا اولین جاییه که باید نشون بدیم. خب چرا میترسید؟ این ثابت چی ترسم؟ بچه تکتیر انتواز بیدیم. خب اسنیپر دومیش رو شما انتخاب کنین. دو سال گفتیم بزرگتر یادته؟ من اینو انتخاب کنم باید این وری بچه برد اشکال نه نباش، استرس نشوش. استرس نداری، کنده شد بابا. چرا درگیر استرس میکنی؟ چرخ و فلک. این واقعا جز اون چیزایی نیست که دوتا فوتبالیست رو به چالش بکشه، چون برنامه ما ورزش ها مسابقه هایی که توش هستش 4-5 تاش به فوتبال ربط داره، ولی 7-8-10 تاش اصلا ربطی نداره. این یکی از اوناست. خب شما ایر هاکی هیچ ربطی به قرمز و آبی نداره. ورزشامون هم با کلاسه. ایر هاکی اینجا رو دیگه آقا این ورزش رو انتخاب کرده خدای کلاس کار رو بخوام نشون بدم خدا وکیلی تو بازی مشخص میشه اصلا خدا وکیلی اسمی شهیده بودی سالا به خورایی این بازی هر فقط دخترم بازی میکنه با استقلالی ها آقا ای وای آقا شما میشه یه ورزش نایسی انتخاب کنید انقدر به ما نندازه؟
این اینجوریه. بفرمایید شما. یادش هم کنید. به به کلاسو بگو اسمش چیه؟ خدایی بگو اسمش چیه؟ حال میکنین نشون نمیدم. ضربه ایستگاهی قشنگ مستقیم ببین حال میکنید. نگم آفرین نگم براتون رو میخواستم بگم ولی میگم براتون گل یا پوچ. ببین اینجاست ثابت باید بکنی قرمز آبی آقا اینجا معلوم میشه کتنه کیه داداش. خیلی قرمز آبی داشتیم اینجا پنچر شده. یک دو سه چهار پنج بریم با قدرت شروع کنیم. دوستانتون پشت زنه داشتن میپرسیدن که رقیبتون که گفتید که مهدی شیریه گفتن که برو نمون اینجا مهدی شیری میبره تو رو. بالاخره این هپاییس هایی بگونم مثلا مهدی به اون تکنیکش میتونه مثلا حریف نباشه ولی من با زبونم میشه حریفیشم. خب اونا از فوتبال خیلی میفهمیدن که گفتن برو میدونستن که بلای سرش میاد. با جواد کاظم خیلی رفیقی؟ جواد نمیشناسمش که. آه پسر پرسپولیس بازی میکنه. شبی بشه امشب. رسیدیم به اولین مرحله از مسابقه امشب، مسابقه دارت. اینجا اونجایی بود که گفتم باید حرفا رو از مرحله حرف به عمل تبدیل کرد. این زمینه دیگه، زمین با کلاس. یه سری بازیکن هستن فقط تو روزنامه و صفحات مجازی. تو زمین چند چندیم اینو میتی آقا راست پستا رو من نبود. مهدی تو پستت چی بود؟ من راست و دفاع راست بودم ولی همش دفاع چپ بازی کردم دیگه. دو پا شدم. دو پا شد تو؟ من آفک بودم. آفک شما توی گفتم سوال کردم مثلا دربی به هم خوردین؟ دربی نه نه هرگز به هم نخوردین؟ نه یعنی هرگز هیچ کدومتون توی باشگاه پرسپولیس استقلال رو به رو هم بازی نکردین؟ چون بازی دو یکی که آکریم زد آقای علی کریم. آره آره کریم زد به بایی تاربلو. آره خب دو یکی باختن بودیم رو به رو هم بودیم. استقلال باخت؟ آره خب پستمون به هم نمیخورد. رو به رو هم بایی چپ بود من بیشتر. یعنی هرگز اصلا زیر پای هم نزدین؟ نه نه برخورد فیزیکی من که زیاد خطا نمی کردم. مهدی زیاد خطا نمی کرد. آخه می ترسی استرس قد تماشا چقدر نیده بود که کم بازی کرده بود دربی. اینه من نبود که بابا گربسی هاشو من بودم دیگه. فقط پاس گل موقع دربی می دادن براکم بود ولی یه بار پاس گل می داد همون فقط. فقط تو دربی ها تو پاس گل می دادی؟ سه تا پاس گل می دادم می رفتم یه حالا تا خونمون تا یه بازی دربی بیاد. فقط روزای دربی استرس پرسپولیس این بود که تو مستنداش هست. ولی من نه یه دونه‌شو یادمه. یه دونه یادمه که کدومو چیپه یا بالادم آرش چیزه سان کردن صدای عادل رو یادمه. عادل داشت گزارش میکرد بعد گفت ببینیم این سری هم پاس گل میده مهدی یا نه و پاس گل دادی. حواسش نبود. پاس گلی و عادت باید همه بازی ها بدی. فقط دربی مثلا هر 15 تا بازی یه دونه پاس گل میده. دیگه قفلی رو دربی بوده دیگه. ببین چی میگه. میشماریم. یک. بفرمایید. استرس. باید 5 تاشو بزنید. یک امتیاز. 5 تا میزنید. اگه اون وسط سیه رو بزنید اونو ما برمی‌داریم. ولی بقیه نه. سعی کن رو اون دوباره نزنید. متی استرس. حالا یکم دست بزنید. چهار تا آخری ها
تو چند تا استرس نداشته باشه؟ 37 تا. استرس نداشته باشه. آقا یه سوال بکنم قبل از اینکه بزنم، مهدی چند تا دربی بودی؟ فکر کنم 11 12 تا بودم. نه بابا فسیل دربی. گفتم که مهدی بازی میکرد، من بازیشو نگاه میکردم. دروغ میگی. بعد تو اصلا تو فصل هم میتونستی استراحت کنی، مربی موقع دربی بذارن چون میدونستن کارتو میکنی دیگه. آره دیگه. تو چند تا دربی؟ من 3 تا. چه قضیه ها؟ بعد چرا شمار پیرن من نبود؟ یه لحظه سوال، 3 تا دربی بودین، چرا فقط 3 بار روبرو هم قرار نگرفتین؟ خب اون فصل شاید مهدی نبوده یا من نبودم. آره تو پرسپولیس. آها میشه دیگه. بله. آره تو تیم قبلت مهدی چی بود قبل از استقلال؟ سایپا. سایپا. تیم قبلت من برق شیراز بودم. این همه جا بوده. نه برق شیراز. همه جا رفته، همه باشه یه سری زده ببینه پولمول تو شازید نه خبری. وای تو رو جای دیگه راه نمیدادن. ما اونجا وایسای بودیم به خاطر این مردم دل هوادار. ما رو بابا الکی مردم نیار واسه. الله. هیچ جا نمیخواستن. آره این بنده خدا بودم مثلا میتی دعوا بوده. میتی باشگاه پول میده. باشه باشه بگو من میام. میرم میگم نه خبری دیگه مثال بعد دوره. آقا دست بزنی پرسپولیس استقلالیا. استقلالی نداریم آقا اینجا. چرا بابا؟ پرسپولیسیا دارن دست میزنن. نه بابا. اونا الان پای لپتاپن. راستی باری کلا فهمیدی؟ راستیه بریم دوباره زد یه دونه بریم بفرمایید یک در دو امتیار دو تا دو تا مواظب باشه باری کلا دو تا نمش دو بار میخوام بزنم اون بیسته دو تا دیگه بادا باری کلا هشتا 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 بسی موچم بزنیم ده تا ده تا ده آقا ده آقا بله صحبه ده آقا ده ویدیو چک ویدیو چک بیسته آقا ویدیو چک آقا ویدیو چک کن ویدیو چک ویدیو چک ویدیو چک آقای نابر ویدیو چک بابا داخله دیگه دو سومش داخله خداییش بیا بابا بابا دو سومش آقا بیسته بابا آقا ده بیسته آقا بیسته بشین بابا بیسته آقا بابا بیسته ده 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 این یکی رو بزن تو دهه خواهش میکنم بزن تو بی خدا وکیلی توپای من نگم بعد توپای همه شما دو پنج آره خوشگل زدی خب اینم بزن هم اینجا این اصلا میام بره بیسته این میزن تو باقالی ها چهار چهار پنجه بابا اون دیگه پنجه دیگه مال ما وسطش میگن دو پنجه اون بابا اونجا دیگه ویدیو چک آقا چهاره چهاره آقا ادابه خیلی خوب امتیازا رو یه لحظه به من بدین مهدی از جنس شیری 37 مهدی از جنس امیرآبادی 26 بابا یعنی بیشه تقلب که نمیتونم بکنم نابر پیشی اسفرد رو بابا نتی بیرنده های عزیز اینجا مقب رو بخوری بازم سال نو رو تبریک میگم امیدوارم که امسال سال بی نظیری باشه برای تمام مردم ایران الان اگر در منزل نشستین دارین برنامه رو تماشا میکنید گوشی همراهتون رو بردارین ستاره سه ستاره صد مربع رو شماره گیری کنید با مسابقه ویدیویی اپ سرحال شو ما در ایام نوروز جشنواره را انداختیم هر شب داریم جایزه 10 میلیون تومانی میدیم کافیه فقط این اپ رو نصب کنید یا عضو بشید یا از این مسابقه ویدیویی استفاده کنید در قرعه کشی 10 میلیون تومانی ما شرکت کنید بالاخره یکی از این شبا برنده میشید ما هر شب قرعه کشی داریم ایشالله که ببرید ایدی ما از طرف برنامه ما به شماست حالشو ببرید بفرمایید خوش بگذره من خودم شخصا دوست دارم ایدو چند سال اید اردو بودین؟ خیلی والا والا ما از بچگی هم میرم تو اردو بودیم ایدو نمیدیدیم ولی خب الان که دیگه فوتبال رو باشیم کنار الان میتونیم یه نفسی بکشیم پیش خانواده باشیم شیرازی هستی؟ اردو بشتی هم هستی؟ بله. یعنی تکمیل تکمیلی خسته خسته آره نه بهاری بهاری آره نه
انصافا بهترین فصل سال شیراز اردیبهشته. بله اردیبهشت دیگه از هفتم شروع میشه تا 15 ام دیگه. هفتم؟ آره دیگه. یه بین 7 و 8. کجا میرین عید؟ عید پیش دوستان میرین. این ور اون ور میرین. خونه فوتبالیستا هم میرین؟ نه. نه چرا؟ چرا دروغ بگم؟ خب چون زیاد رابطه مثلا خانوادگی ندارم باشه، شاید همینجا دوست باشیم ولی خب رابطه خانوادگی ندارم. بیا 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 اینجا کار دارم. بیا 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 رسیدیم به مرحله دوم. اما من یه توضیحی در مورد مرحله اول بدم. ما ویدیو چک کردیم، یک گروه کارشناسی تشکیل دادیم در حضور آقای مهدی امیرآبادی و در حضور آقای مهدی شیری. آقای مهدی شیری که همینطوری وایساده بود و این لبخندی که الان اگر بستش داشته باشیم بود، آقای امیرآبادی میخواست حقشو بگیره. ما یه قانونی داریم که اگر توپ یک ذره کوچیکم اون فضای 20 رو لمس کنه ما 20 در نظر میگیریم. این اتفاق در مورد روزی که نیما نکیسا و پرویز برومندم بودن این اتفاق افتاد و به خاطر اینکه این قانون رو خودمون گذاشتیم که یه ذره از 20 هم لمس کرد 20 لحاظ میشه، آقای مهدی امیرآبادی اون ضربهشون 20 حساب میشه. به خاطر همین امتیازش تغییر میکنه. اول بریم آقای امیرآبادی شدن 36، آقای شیری بازم برنده شمایید. همچنان ستاره رو دارید، دلتون به همون خوش باشه. بله آقای شیری مرحله قبل رو بردن، این از مرحله قبل تموم شد رفت. مرحله بعد شما 4 دقیقه فرصت دارین که توپاتون رو تو این سبدا بندازین. هر کی زودتر بندازه همونجا بازی متوقف میشه. 10 تا توپ، هر توپ 10 امتیاز. 100 تاشو هر کی گرفت همونجا بازی متوقف میشه و تعداد ثانیه‌هایی که مونده از 4 دقیقه رکورد شما میشه. یعنی تو 1 دقیقه 2 دقیقه شما تموم کردید کارو. سوال؟ نه. ویدیو چک هم که دیگه این همه چشم. خیلی خوب. پیشرفت. آماده ای؟ چون بری به شرخ حالا آماده. بذارین دوتا تو فاصله تون بفرمایید. هفت دو هفت
تمام 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 98 ثانیه ذخیره براتون مون جناب آقای مهدی امیرآبادی و 100 امتیاز رو گرفتید و یک ستاره نوش جونتون مبارکتون باشه. این ستاره زیاد دیدیم عادیه. خب خیلی خب بیننده‌های عزیز، امیدوارم که تا الان تعطیلات نوروز بهتون خوش گذشته باشه. ما برای اینکه بیشتر کامتون رو شیرین کنیم هر شب قرعه کشی داریم. فقط کافیه ستاره 3 ستاره 100 مربع رو شماره گیری کنید با مسابقه ویدیویی اپ سر حال شو. ما هر شب در مسابقهمون یک برنده خوش شانس 10 میلیون تومانی انتخاب میکنیم. امیدوارم که برنده خوش شانس ما شما باشید. بفرمایید. عروسیت هم دعوتشون نکردی؟ چرا؟ چند تاشونو؟ عروسیمون یه حدود 7-8 تا رو دعوت کردم که 5-6 تاشون اومدن. یه سری با هم یه اختلاف داشتن، این فهمیده و اون میاد اون نمیامد، جفتشون با هم نمیامدن، شد این اتفاق افتاده بود. میدونستین که خاندان شیری تنها خانواده توی ایران که در هر نسلی تو پرسپولیس نماینده داشته، الان هم که خودتون نیستی یه مهدی شیری داره فعالیت میکنه بازی میکنه. آره اون نماینده تمام اختیار ماست فعلا توی پرسپولیس. یعنی خود علی آقا پروین که این همه سال تو پرسپولیس بازی کرده انقدر نماینده نشه که شما داشتین دیگه. حالا خب شانس بوده دیگه. یه شباهتی هم باهاتون داره، خیلی مظلومه، خیلی کم. آره من که مظلومم، حالا ایشون هم مظلومه. الان باز بهتری، شما یه مشتبه داری که از شما مظلوم تره. آره مشتبه که از اون صدا شهر نمیاد. خدا وکیلی آقا مشتبه بر. رسیدیم به مرحله سوم از مسابقه امشب. مرحله اول رو که ویدیو چک کردیم شما خیالتون راحت شد و این نتیجه تغییر نکرد. مرحله دوم رو شما بردین. بله. ستاره ها یه جمع بدین به من لطفاً. و او چقدر نزدیک، خیلی نزدیکه. زیاد نزدیکم. آقای مهدی شیری 127 امتیاز و یک ستاره، آقای مهدی امیرآبادی 136 و یک ستاره. نه ما به خاطر اینکه هر مسابقه همون 100 امتیاز داره و یک ستاره، 5 تا و 7 تا و 8 تا رو خیلی نزدیک، 10 تا هم نزدیکه. آره. چون یه دفعه یه مسابقه 100 تا میگیری با سرعت فاصله میگیری. آره بریم مرحله سوم رو شروع کنیم. یه توضیح دیگه برای بیننده ها بدم چون برای شما توضیح داده شده. این دو تا لاستیک بالا 20 امتیاز، دو تا لاستیک وسط 10 امتیاز، سه تا لاستیک های پایین 5 امتیاز. چند تا توپ دارین؟ 5 تا توپ. 5 تا شما، 5 تا شما. بازی اول رو کی شروع کرد؟ بازی مشترک نه، بازی اول دارت و شما. این بازی رو آقای امیرآبادی زحمتشو بکشین شما شروع کنید. بله. بزنین به افتخارتون. یه سانت جلو فکر کنم. بابا همش تو یه سانتی تو ست شما اونجا یه سانت. آره آره ولی اینم که دیگه آخه تو هم یه مقدار الان آفرین یه مقدار آخه دیگه یه سانت بردشی آوردی اینجا گذاشتی رو همین خط میتونی تا بغل اون دیگه یه وقت نگه بذار بریم عقب تا یه وقت نگه بردی اینو. نه 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 رو خط واسه باشه آقا رو خط دیگه. آره رو خط میخوام ببرم عقب بزنم. میخوام عقب بزنم. ببین میتونی بزنی؟ بزن. نه اوکی شد یه رو خط بزن. آقا یه بار ببین اگه ناراحتم برام اون ته بزنم. این بر آقا درسته دیگه. درسته؟ خیلی خب الان شما یه ذره تا جلوتر میتونی بری. نه خوش. نه خوبه ولش کن دنبال بهونه. نه نه درسته آقا درسته. بفرمایید. تشویق. اشکال نمیشه. گل گل شما شما دو
دونه 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 یه دونه 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 یه بابا نه نه باید آقا بود استرس داری؟ نه آقا بیا باید جب نده بیرون چند تا اینو بهش خود می بابا ای بابا چرا صورت می زنم من چی رو نتی پنالتی زن درجه یک بودی آره آره راز نبود فقط دربی یه دونه نزدم راست میگاره دربی پنالتی رو نزدی؟ نزدم و ایتالبلو گرفت دربی پنالتی زدم و ایتالبلو گرفت ولی خب از اون بر چیز گل زد عادل عادل کلا کچ گل زد همون پنالتی رو یعنی برگشت ریبون نگرفت فقط دفع کرد بعد وای وگرنه نمیشد شب بری خونه دیگه سومین ضربه است آخه این با پنالتی خیلی فرق داره سومین ضربه مهدیه تشویق بذار توپ عوض کنم گله این گله گله میده بیرا خب آخریش باید گل بدیم بیرا تو بس بایدش میشتیم آی سیدیم آخریه 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 آی خدای من استرس داری چرا؟ وای ایچی آقا برنده نداره یکی یه دونه دیگه بزنین ببینم بدون استرس مسابقه ماجرا چی میشه اولون بزنه تو مسابقه هست یا نیست؟ نه نیست دیگه آره حواسم بود دیگه چون اول نفع من زدم دیگه شما اشکال نیست بزن با توپ خودش میزنم دیگه رستمیه خب بچه ها استقلال یه دست بزنن آره کردم یه دونه هم من بزنم بعد بریم مرحله بعد خب با چپ بزن میری تو گل جدی؟ خیلی خوب بریم برمیگردیم بفرمایید با بازیکن‌های خارجی هم رفیقی؟ بازیکن خارجی هایی که هر موقع حالا توی استقلال تو فرم دارن من خیلی باهاشون رفیق بودم یعنی شوخی زیاد باهاشون میکردم خب چون من زبانم خوب بود خیلی تکنیکی بودی و خیلی خیلی زیاد سطح فوتبال و سطح تکنیک بالا بود ولی بدشانسی می آوردی و خیلی معصومیت داشتی و به نظرم به حق نرسیدی تو فوتبال حالا توی فوتبال خب بالاخره پیش میاد معصومیت و بدشانسی و همه چی ولی الان اینجوری میگی تکنیکی مهدی میترسه اذیتش نکنید دیگه از زیاد تکنیک نداشت با کدوم بیشتر صحبت می‌کردی اونایی که یه آدم جانواریو بود بدونه داشتیم سیاه وسط مهدی درون شما بود وسط هافک وسط بود یادم نمیاد برزیلی بود این پسره که تو فولاد چینبا با اونم با خود پادوانی که الان
مصدوم آرزوی سلامتی دارم واسه این بازیکن، واقعا زحمت زیادی کشید واسه استقلال. با اینا خوب صحبت میکردم، با هم خیلی رفیق بودن. با اشبیتی هم دوست بودین؟ اشبیتی رو چند تا صحنه دیدمش جا برنامه، این آخرین باری که دیدمش یه سفری داشتیم توی مشهد، داشت کدام اشبیتی برام تعجب، همه مردم دارن سوال میکنن دو یو هاف پدر ان مادر کوف وای کد بابا گو تو جرمنی دیگه، شاید دلتنگت بگو نه ایران خوب بری خوب آی استی. آره گفتم خب باشه واسه اونجا استی کن دیگه. ما امروز اومدیم به سطح شهر تا یک موضوع مهم رو ریشه‌یابی کنیم. شما تو منزلتون با فشارآب داخل حمام مشکل دارید؟ آخه کیه که تو خونش مشکل فشارآب نداشته باشه؟ بله، واسه ما که طبقه پنجم هستیم واقعا موزل بزرگیه. تا حالا فکر کردید چطور میتونید برای عبور از بحران آب در ایران کمک کنید؟ خیلی نزدیک ماجر. خب تو مرحله قبلی نخانی اومد نخانی رفت، با شمارش من 4 دقیقه فرصت دارم. 1 2 3 بفرمایید. آقا توپو بده. دست داری؟ من اینها با دخترم باز کردم یه دفعی شده. میزنه.
فقط داری دفاع میکنه. 47 ثانیه مونده. بله 40 ثانیه. یاز و بعدی رو میشکنه. آقا آقا نو فلفلی بابا چرا عجبا بزن آقا اون گله خدا وکیل آمد آقا ویدیو چک یه ویدیو چک لطفاً بدین برای دو تا گل آخر خدایی فرپلی چقدر نامرده یه ویدیو چک برای دو تا گل آخر لطفاً داشتیم هم دست میدیم خوشحالی به خاطر اینکه من ما داشتیم خوشحالی میکردیم شما زدی درسته؟ یه گلش نه برای یه گلش خوشحالی آها آها خوشحالی واسه چی جز ببین. بازی یه لحظه فرپلی بلد نیستم یه لحظه گل سوم شما دقیقاً مثل گل نهم آقای شیری بوده گل نهم داره گل سوم شما دقیقاً عین گل نهم آقا تماشاگرای پرسپولیس اصلا سوال کنید مشکل نیست ای مثل اون سوال آخر تماشاگرای پرسپولیس استقلال آقا ایشان همینه بعد شما هم تازه ندیدین کامل اینجا اون دوربین مسلطه بالا جونم همینا به خدا علکی میگه همین علکی میگه همین میشه خواهش کنم ما بریم برگردیم شما یه ویدیو چک با فیکس بریم بفرما بازم حقمونو خوردم ایچ کار میکنی خوش میگذره خوش که میگذره کنار خانواده حالا دیگه ببینیم چی میشه دیگه کلا علاج چجوری میگذره یعنی به صورت روال کجا میرین خب به دیدنی میریم حالا مسافرتی پیش بیاد بتونیم بریم به خانواده ایم دیگه خونه آقا مشتبه رفتین اونجا رو رفتم عیدی هم دادین نه من معمولا عیدی نمیدم عیدی میگیرین من فقط به دخترم عیدی میدم فقط تمام خواهرزاده برادرزاده چی اصلا به همین که منو میبینن عیدیه دیگه واسه بفرمایید بازم عیدتون مبارک بخش جذاب قرعه کشی و مشخص شدن این که برنده خوششانس 10 میلیون تومانی امشب ما کیه خیلی ساده است گوشی ها رو بردارین ستاره 3 ستاره 100 مربع رو شماره گیری کنید با اپ سر حال شو شانس این رو پیدا می کنید که 10 میلیون تومان جایزه ببرید چرا که نه خب نماینده بازرگانی سازمان تکا خانم کریمی هستن در حضورشون کرمی ببخشید اجازه دارم شروع کنم بازه اعدادو میتونم خانم کریمی ازتون سوال کنم وای یه لحظه وایسین خیلی سخت ریاض 158,869 چه چپ دستی هم با اجازتون بشخ 1 2 3 بفرمایید بیننده های عزیز لطفاً به زیر نویس هایی که الان داره همینطوری میره دقت کنید این پایین خیلی اهمیت داره خب اینو لطفاً نگه دارید خواهم کردم اجازه است اینا رو شروع کنیمش بفرمایید عدد اول 1 عدد دوم 0 عدد سوم 8 عدد چهارم 0 عدد پنجم 3 حالا بر اساس اون بازه عدد آخری
آهان، اگر فقط 0 و 1 باید باشه، اگر زوج باشه 0، اگر فرد باشه 1. الان عدد آخرمون 3، فرد در نظر میگیریمش. 130801 ببینیم این خوش شانس مال کجای ایرانه؟ بفرمایید. خب 0990 81 61، مبارکتون باشه، حالشو ببرید. خام کردن من مادرم ازم سوال میکنه چرا من برنده نمیشم، فکر میکنه ما میتونیم تأثیر داشته باشیم. خیلی خب، بیننده‌های عزیزی که دارین برنامه ما رو تماشا می‌کنین، بازم سال نوتون مبارک. امیدوارم که تا الان تعطیلات بهتون خوش گذشته باشه. شما همین الان شانس اینو دارید که در قرعه‌کشی ما شرکت کنید. قرعه‌کشی بعدی این که انجام شد، فقط کافی گوشیاتون رو بردارید، ستاره 3 ستاره 100 مربع رو شماره گیری کنید. با مسابقه ویدیویی اپ سر حال شو 10 میلیون تومان جایزه از مسابقه فوتبال ببرید، ایدی بگیرید، حالشو ببرید. بفرمایید. با اون اپ شما فوتبالیست ها کدومشون رفیق ترین؟ با خب چون تو تیم اون هرمندام هستم معمولا با بیشتری هاشون دوستیم دیگه با هم. حالا با کدوم بیشتر؟ فوتبالیست علی لوراسپی. اون هرمندام یا میشه فوتبالیست؟ با علی لوراسپی. براتون آهنگ میکنه؟ نه خودمون باشیم که. آره شما بلدی آهنگ بخونی؟ من نه. آواز چی؟ نه اصلا؟ تو هنر اصلا هیچ دستی نداریم. هیچ، تعطیل تعطیلم. دربی چند چند میشه؟ من هیچ موقع نتیجه رو پیشبینی نمی کنم، ولی امیدوارم که یه بازی خیلی خوب، یه بازی که در شأن این تماشاگرایی واقعا تمام وقتشون رو تو سرما و گرما میذارن میان این بازی نگاه کنن، یه بازی بسیار زیبا و قشنگی بشه. ان شاء الله که استقلال ببره دیگه، این بهتره. چی بهش نمیگم؟ الان ترس جونشون افتاده، یه چند تا بازیه که استقلال داره میبره ترس افتاده. چون من خودم سر کار میرم فکر کنم 90% پرسپولیسی ام. تو از در میرم تو میگم چه ناراحتی؟ میگه هیچی، تیمتون داره خوب بازی میکنه. گفتم اب نداره، من منتظر اون دربی هستم. مهدی موتورسوار قهاریه، خیلی خوب موتورسواری میگه. پشت ترک شش هستی؟ دیوونم بابا، من چه کاری کنم آخه. ببینم فوتبالیستی به این بزرگی دیده بودی که حالا من فکر یه لحظه بکنم اونم سر منقل باید کباب بزنم. این بزرگترین فوتبالیستی ایرانه. یه جمع امتیازاتو بهمون میدین؟ خب آقا مهدی، آقا مهدی 217. آقا امیر آبادی 66، دو ستاره یه ستاره. تایم فوتبال دستی ما چند دقیقه بود؟ 4 دقیقه بود. 300 ثانیه، درسته 300 ثانیه بود. هر توپ، هر گلی که بزنه 20 امتیاز، هر کی 5 تا گل بزنه، هر مقدار زمانی که از 300 ثانیه مونده باشه رکوردش میشه. این دو تا بازی قبلی که میگفتم من بخوام برسم به گل مهدی 280 ثانیه. آقا ما کی با قدرت توی این فوتبال دستی تا الان که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز کسی رکورد علی علیپور رو نزده؟ 94 ثانیه زمان نگه داشت برای خودش، 100 تا گلش رو زد، یعنی 5 تا گل 20 امتیازیش رو زد. علی علیپور از باشگاه پرسپولیس. بله خیلی خوب، بریم ببینیم. مهدی جان، برای بردن مسابقه امشب این مسابقه تعیین کننده است، مسابقه آخر، درسته؟ به خاطر اینکه هم صد امتیاز رو میگیرید هم ستاره رو، و یه دفعه نتیجه عوض میشه. اینو گفتم که نگی چرا قبلش نگفتی. بریم، آماده این؟ آماده این؟ بوف بوف بوف.
خیلی خوب، توپ بیرون بیفته نگه نمیداریم، گل بزنید خودتون سری باید بردارید بیارید بازی کنید. آماده، یک دو سه. چرا اینقدر تکون میکنید؟ آقا اینجا این که همه این بسه آقا اینجا بودو اوت از اونجا بودو اوت از اونجا آقا اینجا بسه کنیسه آره دو تا
ما قبل از اینکه مشخص کنیم الان آماده شما اعلام کنیم رسیدیم به بخش شیرین تماشاگرامون. یه لحظه کارتا رو بیارین، با میکروفون کارتا رو بیارین. بخش جذاب برای تماشاگرامون. خیلی خیلی ممنون. دو تا داداش مهدی های من، یه کارت میشه خواهش کنم شما بکشین؟ بله، یه کارت هم شما. شما شما بسید، من این بسید عزیز. خیلی خوب، نشون بدین ببینیم چنده. 125 115 چه باحال، نزدیک به هم. 115 125 تشریف بیارین. بفهم. بله بله، خیلی خوب، خیلی خوب. بیا اینجا، اینا قراره مسابقه بدن الان و خودتون رو معرفی کنین به دوربین رئیسمون. رو به اون بر همه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حسن بنار هستم از تهران. خیلی خوش اومدید. قربان شما، خوشوسی پیداتون باشه. قربان شما. آقا شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علی هادوی هستم از زادشهر استان فارس. استان فارس. به به، هم شهریاتون اومدن ها. از همینجا سلام عرض میکنیم به هموطنامون در استان فارس، در شیراز. شیراز الان همه جا بوی گل دیگاره، گیو بهار و پر از گل و همه تو شیراز دنبال گلدون خریدنن. بفرمایید. خیلی خوب، دو تا راه دارید. میتونید تنهایی با هم مسابقه بدین، میتونید از قهرمانای کشورمون، از اسطورهای کشورمون خواهش کنید باهاشون تیم شید و دو دقیقه، درسته؟ دو دقیقه مسابقه بدین. دوستان تیم بشین. استقلالی یا پرسپولیسی؟ شما؟ ما ملی هستیم. شما پرسپولیسیه؟ تیر. بفهم آیه شیری، امکانش هستش یک یادگاری تو ذهنشون بمونه که با هم دیگه تیم بودین؟ بفهم اون بر که قرمزه. نه، این کارتا رو پیش خودتون نگه دارید. شما هم میتونم خواهش کنم بله وقت بذارید، حداقل این سری برنده شن. ایشون کارت نقدی دارن، پول نقدی. دو دقیقه، درسته؟ آقا میگم فصل بهاره دیگه، ما قاطی کردیم، هی میپرسیم. سه دقیقه با شمارش ما شروع میکنن. توپ کجاست؟ دست شما. آه اینجاست. آماده این؟ یک دو سه. بفرمایید. اون بری بزن، از اینجا نزید گل بزن. آفرین. بیا استقلالی. دای عزیزی که برنامه ما رو می‌بینید، عدد 1 رو به 30051 پیامک کنید، تو تعطیلات تو مسابقه ما شرکت کنید. اینجا پیش ما میایین و با یه قرعه کشی تو مسابقه‌مون شرکت کنید. تیم ملی استقلال ما یکیش از تیم پرسپولیس جلوه. گل خیلی زودی بود ها؟ آره، ما گل زود هنگام میزنیم. آقا چرا تنهایی وقت نمیذاری برای گل؟ بالاخره ما تیمی. اگه واسه تنهایی بازی کنیم میافتیم تیم پون. خیلی خوب. من پشتم به شما، ببخش. غیرتتو نشون بده.
بده پاس بده دیگه. فقط نگاه میکنی جای تیم ها؟ باز 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 خیلی خوشگل لفا کرد دروازه بانه چل تانیه آقا دارم وقت تلف میکنم. آقا بده فوتبال نباش بازی کن. هی پلی بزن 19 همون دیگه پاس بده آقا تو نمیتونم پاس بده همون دیگه آقا نگه میتونه یه داره پاس بده بزن سلا اینو تو بوده میگرده چرا؟ تو رغمه یه استراتژیشون بوده دیگه. بذار اگرم که بردن از اون روشی که من و تو داریم بهش فکر میکنیم بیننده ها تصمیم بگیرم. آره موافقی؟ قضاوت با من خیلی خوب. آقا خیلی تبریک میگم. من البته دوست داشتم شما هم که از استان شیراز از استان فارس اومدین شما هم جایزه ببرید ولی نبردین دیگه. با قدرت هم گفتی پرسپولیس و این نتیجه شد. آقا مبارکت باشه. مبارکتون باشه. عیدتونم مبارک. خیلی خوش آمدید. به به بشن. خیلی سپاس. فداتون بشم. آقا خیلی خوش اومدید. آقا مبارک. خیلی خوب. بریم. برگردیم بخش پایانی. بفرمایید. بله تموم شد. یه جمع امتیازات ببینیم. خب آخری حسابی مهدی خان شیری 257 سه ستاره. آقای امیرآبادی 166 یک ستاره. حالا با لحاظ کردن امتیاز ستاره امتیاز کل رو بدین لطفاً. به 347 196 آقای مهدی شیری به باشگاه برنده‌های ما خوش اومدید. مرسی. البته آمتی هم تلاش کردن خوبه ولی خب ضعیفن دیگه. اون برای ما عادیه. این ستاره متره واسه شما خوبه. خیلی خوب. امشب خیلی خیلی شب جذابی بود. خیلی گپ زدیم. خیلی کوریای جذاب بود. دوست دارم که بیننده هم متوجه بشن که بچهای پرسپولیس و استقلال کوری دارن با هم ولی با هم رفیقن. با هم رفت و آمد دارن، با هم حال میکنن. کوریا فقط برای موقع بازیه. غیر اینه؟ نه. حرف پایانی اگر دارین؟ آمدی شما. بفهم. حرف تشکر از شما، عوامل و دوستای عزیز که اینجا بودن. امیدوارم که سال خیلی خوبی شروع کرده باشن و همیشه به شادی و موفقیت باشه واسه شما. الهی فداتون بشه. انشالله که همینطور باشه. مهدی خان امیرآبادی تشکر از شما و تمام این تماشاچی عزیز که زحمت کشیدن و دستندرکاران عزیزتون که واقعا زحمت کشیدن که دل مردم رو شاد کنن چون واقعا همین شادی هاست که فقط میمونه. انشاءالله که همه به شادی باشه و سال بسیار پربرکت و خوبی داشته باشه. انشاءالله انشاءالله که همینطور باشه. آقا به رسم یادگار و یاد بود از مسابقه ما خدمت شما دستشان بیدیم. بله میخواستم بعدش دست بدیم خدمت شما. دست شما درد نکنه. دست شما درد نکنه که
قدم رنجه کردین، قبول کردین، پذیرفتین دعوت منو به برنامه اومدین. خیلی ممنون. بیننده‌ای عزیز، امیدوارم که سال نو تا الان براتون سال دلپذیر و جذابی بوده باشه. ما همونطور که همین امشب هم دیدین، هر شب قرعه کشی داریم. در ایام نوروز هر شب قرعه کشی میکنیم و 10 میلیون تومان جایزه نقدی به برنده هدیه میدیم، عیدی میدیم تا پایان تعطیلات نوروز. از بعد از تعطیلات نوروز روال عادی هفته ای 3 شبه. بنابراین فرصت خوبیه که شانس خودتون رو امتحان کنید، گوشی رو بردارید، ستاره 3 ستاره 100 مربع رو شماره گیری کنید با مسابقه ویدیویی اپ سر حال شو. در ایام نوروز هر شب این فرصت رو دارید که در قرعه کشی ما شرکت کنید و برنده 10 میلیون تومان جایزه بشید. ان شاءالله که حالشو ببرید. شبتون بخیر. بفرمایید.